آقای مماره، این که سندی در این سطح محرمانه حمله نظامی به یک کشور دیگه، طرح حمله دست رئیس جمهور سابق ایالات متحده باشه، چیزی بسیار بزرگی. میدونیم چقدر برای منافع و امنیت ملی از جهت آمریکا اهمیت میتونه داشته و رسانه ها هم دارن واکنش های گسترده بهش نشون میدن. کاملا همینطور هست. ببینید، متن این گفتگو قبلا در اختیار افکار عمومی قرار گرفته بود و میدونستن افراد که در این جلسه آقای ترامپ چی گفته با کسانی که در اون جلسه حاضر بودن در سال 2021، ولی فایل صوتی جزئیات بیشتری رو در اختیار میذاره، نحوه صحبتهایی که میشه و اینها. به هر حال جای بحث برخی از موضوعات رو، به هر حال تفسیرها رو میبنده. یکی از مسائلی که مثلا آقای ترامپ در هفته گذشته در مصاحبه با فاکس نیوز مطرح کرده بود این بود که وقتی داشتم صحبت میکردم در کنار من یه مشتی اسناد مختلف بودش و تیکای روزنامه و چیزای مختلف، ولی سند محرمانه اونجا نبود. حالا اتفاق افتاد این است که در این فایل صوتی نحوه رد و بدل کردن کلمات و بحثی که مطرح میشه به نحوی هستش که به نظر میرسه که آقای ترامپ داره یک سندی رو به اونا نشون میده و تعجب حاضرین رو برمی انگیزه و این مسئله مهمی هست، به خاطر اینکه حالا در دادگاهی که برگزار خواهد شد برای آقای ترامپ، در اون دادگاه اون موقع افرادی که در اون جلسه هستن میتونن که در واقع مخاطب قرار بگیرن، به جلسه دادگاه بیان و داستان ها ازشون سوال خواهند کرد که در اون جلسه شما دقیقاً چه چیزی رو دیدید، مثلا آیا تیکه روزنامه بود یا یک سند محرمانه بود. بنابراین از جهات مختلف سند مهمی هست. به هر حال برمیگرده بازم به اینکه مدافع آقای وکلای مدافع آقای ترامپ در دادگاهی که تشکیل خواهد شد در طی ماه‌های آینده چجوری ازشون دفاع بکنن، چه مباحثی رو مطرح بکنن و هیئت منصفه در واقع چه نتیجه گیری رو از دو طرف بحث بکنه. به هر حال مسئله هستش که همچنان باز از یکی از اتهامات سیاه افکن آقای ترامپ هست و باید دید که در نهایت آیا مدافعیشون قادر خواهند بود این مسئله رو. آقای مماریان، حامیان دونالد ترامپ الان چه واکنشی دارن نشون میدن؟ جمهوری خواهان حامی ترامپ، مدافعان آقای ترامپ، خب به هر حال دیدگاهشون این هستش که این دادگاه از اساس سیاسی هست و سالهاست که وزارت دادگستری آمریکا میخواد که دنبال آقای ترامپ هست و میخواد به بهانه‌های مختلفی شون رو به زندان بندازه و نذاره که مثلا رئیس جمهور بشه و بنابراین بسیاریشون به رسمیت نمیشناسن اساسا نفس این دادگاه و اتهامات که ایشون متوجهشون هست. ولی خب بیشتر و بیشتر دارن دموکرات‌های جمهوری خواهانی که یعنی سنتی تر هستن و به هر حال میبینن این مدارک رو و کیفرخواست رو خوندن و جزئیات بیشتر میبینن، بیشتر محتاط میشن در خصوص اینکه اظهار نظر بکنن و موکول میکنن اظهار نظر رو به اینکه ببینن که نتیجه دادگاه چه خواهد شد و دو طرف چه شواهدی رو ارائه خواهند کرد و یه خورده احتیاطی بیشتری میکنن با توجه به اینکه مدارکی که مطرح شده بحثی که به حال داره همینجوری بیرون میاد و اینها بسیار جدی‌تر از اون است که هستش که نادیدش گرفت. امروز هم قراره دونالد ترامپ صحبت بکنه، تصاویر زنده‌ای رو داشتیم همزمان با صحبت‌های شما می‌دیدیم از نشستی که ترامپ درش حاضر خواهد شد. بعد ببینیم چه واکنشی نشون خواهد داد. امید مماریان، روزنامه‌نگار از دیترویت با ما.